سبان کاکر یک روز پیش از 5 سال شدن کارش در رادیو آزادی در یک انفجار در کابل شهید شد و امروز کفن پوش شده است. کاکر از اولین خبرنگارانی بود که پس از حمله انتحاری در منطقه ششدرک کابل برای پوشش خبری به ساحل رسید، اما در انفجار دومی زخمی شد که ساعت بعد در شفاخانه شهید شد. کاکر 30 ساله زاده ولایت هلمند است و از سالها به این سو اینجا در کابل با همسر و کودکش در خانه کرایی زندگی می کرد. کاکر که تا 2 روز پیش دوشادوش همکارانش کار می کرد، امروز همکارانش جسدش را تا خانهش همراهی می کنند. سبان جان یکی از همکارای بسیار نزدیکم بود که میزش در کنار میزم بود. سبان از این پس دیگه با ما نیست و با خانوادهش نیست و بنیامین از این پس یتیم ماند. ما دیشب زمانی که به خانه سبان آمدیم، بنیامین هنوز در انتظار پدر بود و هیچ کس حاضر نیست و پیدا نمیشه تا ای که برای بنیامین جواب بده، یا ای که بعدها که بنیامین بزرگ میشه براش جواب بده که پدرت چی شد و به کدام گناه به شهادت رسید. یک قسمت از زندگیش مختص با خود و با خانوادهش بود که همیشه از پسرک خود از بنیامین یاد میکرد و او را بسیار دوست داشت و با او دوستیش میورزید. در این حال از دوستا هم هماره صحبت میکرد، از اقارب خود صحبت میکرد. در کنار از او با همکارای خود هم بسیار صمیمی بود و بسیار دوست داشت همه ایشان را. سبان کاکر بیشتر درباره مسائل اجتماعی، ورزشی و امنیتی گزارش تهیه میکرد. کابل یو ځل بیا په وینو سور شو. او بیشتر رویدادهای تروریستی را از طریق کار خبرنگاری پوشش میداد. اتیا جری بزما کده. کاکر در یکی از نوشته هایش در فیسبوک گفته که با وجود حمله های مخالفان مصالح دولت به مراکز ثبت نام رای دهندگان در انتخابات پیشی رو ثبت نام کرده و رای خواهد داد. و همیشه با حوادث امنیتی میرفت و از حوادث امنیتی که در شهر کابل رخ میداد از او راپورت تهیه میکرد و بعضا میدیدیم وقتی که از راپورت تهیه راپورت اینا میامد جگرخون میبود. وقتی پرسان میکردیم که سباون چرا؟ میگفت مومن صاحب زیاد مردم کشته شدن، زیاد جوان ها کشته شدن، اطفال ها دیدیم، زن ها را دیدیم. همیشه زیاد متاثر میبود، اما به خبر از این که روز خودش شکار همچی اگه حمله میشه و ما در غم و اندوه از او میباشیم. یاد و خاطره های وی که برخواسته از صمیمیت و لبخندهایش بود برای همیش در میان اعضای خانواده و همکارانش باقی مانده است. دقیقا نه دیر خطری پتی دی دومره چه ایت وقت به زمان گلیده اونو اوزی در وفات قبلگایم عشق مصر نکده بود سیب، در وفات مادرم عشق مصر نکده بود، اما تو در وفات خسرم عشق مصر نکده بود، در وفات خوشویم عشق مصر نکده بود، اما این مرا چنان متاثر ساخته شهادت ازی، چون رضای خداست، ما از رضای خداوند هیچ نوع سرکشی نداریم، به سر و جان قبول داریم. این کامپیوتر از شهید سبان کاکر بود. کاکر سالها در این کامپیوتر گزارش تهیه کرد، ویدیو ادیت کرد و گزارش از کشته شدن شهروندان افغانستان که در حملات انتحاری کشته می شدن در همین جای می‌کرد. وقتی قبل ما یک ویدیو داشتم، کاکر را زنگ زدم گفتم به کامپیوترت کار میتونم، پسورد کامپیوتر خود داد بر ما و با خنده گفت که پسورد بر کس نتی. و ما امروز صبح امروز که آمدم به این کامپیوتر خیلی خود شرمنده احساس میکنم و خیلی اندوهگین هستم که خبر شهادت کاکر را در کامپیوتر خودش ادیت میکنم.